بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين بار الخلاق اجمعین و صلات و سلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابل غاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و علیه و علیه تاهرین المعصومین و لعن دائم علا اعدائهم اجمعین پس در رتبه عواملی بود که باعث برکت در زندگی میشن باعث برکت عمر، برکت جوانی برکت مال آدم برکت علم آدم این عوامل تو روایات متعدد شمرده شده که به هر حال اون مقداری که فرصت هست بعضی از موارد مهمش رو من خدمتتون عرض میکنم یکی از عوامل برکت که به خصوص تو برکت مال هم البته برای همه زندگی ولی به خصوص در برکت مال برکت کسب خیلی دخیل هستش راستگویی صداقت هستش پیغمبر فرمود از تاجران صدقا بور کله اگر دو تا تاجر دو تا کاسب راست بگن کلا سر هم دیگه نگذارن فریب ندن برکت براشون میاد من یه نکته ای تو این روایت خدمتتون عرض میکنم که حتی منوط نیست به اینکه مسلمان هم باشن چون پیغمبر نفرموده دو تا تاجر مسلمان دو تا تاجر دو تا کاسب یعنی صداقت جزو سنت های بین المللی یا به تعبیری فرمول های عامه بعضی از فرمول ها فرمول های عامن مثلا فرض کنید اگر کسی سله رحم بکنه این بخواد مسلمان باشه یا غیر مسلمان طول عمر پیدا میکنه سله رحم یه قانون بین المللی اگر کسی قطع رحم بکنه با خیشانش با فامیلش ارتباطش رو قطع بکنه این ولو نماز شب خونم که باشه این عمرش کوتاه میشه ولو نماز شب خونم که باشه یعنی یه سری قانون ها منوط به مسلمان بودن حتی نیست صداقت از جمله اون چیزهایی هستش که باعث برکت در زندگی به خصوص برکت کسب میشه صداقت اقسامی داره یکی از اقسام صداقت صداقت در نیته که آدم در نیتش صادق باشه پاک باشه سوء نیت نداشته باشه ظاهر آدم ها با همدیگه یکیه معاویه، و امیر علیه السلام ظاهرشون هر دو نماز میخوندن اما او کجا و او کجا اون چیزی که فرق بین انسان هاست باطن هاشونه نیت هاشونه ولی ظاهر آدم ها که همه یه سر و دو گوشن اونی که فرق بین انسان ها هستش همون نیت ها هستش باطن ها هستش که میتونه خیلی تفاوت به اینها باشه صدق در نیت اولین مرحله صداقت انسانی که بسیار هم مهمه امام زمان تو دعایی که در مفاتی اومده باهاش آشنا هستید هسته ولی اصر وقتی دعا میکنه میگه اللهم مرزغنا توفیق تاعه و بعد المعصیه و ارفان الحرمه و صدق نیه خدای به ما توفیق بندگی بده توفیق این که حرام ها رو بشناسیم دوری بکنیم از اونها و صدق در نیت نیتمون نیت راست و درستی باشه صافی باشه یه قسم دومی از صداقت همونیست که من و شما هممون میدونیم صدق در زبانه در گفتاره که بسیار مهم هستش خدا رحمت کنه من اللهی الله بهادینی رو خیلی این حدیث رو میخوندن و خودشون عجیب نسبت به این حساس بودن این حدیث رو میخوندن که تمام گناهان بدیها شرور توی خونه جمع شده که کلید شرابه کلید شراب بعد اون روایت رو که دروغ بدتر از شرابه روایت چون رو که دروغ بدتر از شراب هستش کلید بدی وقتی آدم دروغ بگه دیگه میفته رو سرازیری دیگه ترمز از دستش در میره دیگه تا کجا بره دیگه معلوم نیست صداقت در گفتار در روایت هستش که بسیاری از اهل عذاب به خاطر زبانشون تو جهنمن به خاطر زبانشون تو جهنم هستن اصلا حفظ زبان یه هنره که اگر کسی بتونه داشته باشه بالاترین هنرها رو داره آدم حتی اگر گناه هم رو زبانش نباشه حتی اگه نباشه خوبه که کمتر حرف بزنه امیرالمومنین فرمود من کس کلام او کسرا خطا هر کی زیاد حرف بزنه لغزشش هم بیشتره طبیعی هست ماشین وقتی تو پارکینگ وایساده خیلی آسیب نداره ولی وقتی راه افتاد آسیب پذیر میشه وقتی تند رفت خطراش بیشتر میشه وقتی خیلی تند رفت باز خطراش بیشتر میشه این ماشین وقتی تو پارکینگ خودش باشه تو دهان باشه این زبان خیلی آسیب نداره ولی وقتی راه افتاد وقت آسیب شروع میشه وقتی تند تند یعنی چی؟ یعنی زیاد حرف زد دیگه خیلی حرف زیاد میزنه و به تعبیر خودمون گاهی موقع خیلی وراجی میکنه اون وقت می هر چیزی رو زبانش میاد غیبت میتونه بیاد تهمت میتونه بیاد زخم زبان میتونه بیاد نیش زدن میتونه بیاد دو به همزنی میتونه بیاد شایع پراکنی میتونه باشه 20 گناه کبیره فقط از زبان میتونه سر بزنه 20 گناه کبیره فقط و فقط از زبان میتونه سر بزنه خدا رحمت کنه مرحوم علامه تبا روی کسی ازش سوال کرد که آقا چیکار کنیم تو نماز حضور قلب داشته باشیم ایشون فرمود که زبان تو حفظ بکن کسی که زبانش زیاد کار بکنه معمولا ذهنش و دلش شلوغ‌تره وقتی زیاد حرف بزنه معمولا شلوغ‌تر هست ذهنش و دلش مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که بر خلوت دلت کمتر حرف بزن خودش اینجوری بود خود مرحوم علامه طباطبایی کوهی از علم اما در این حال ساکت میشست تا کسی ازش چیزی نمیپرسید بی خودی خودشون نشون نمیداد حالا بعضی هستن کمترین چیزی بلدن فوری میخوان یه جوری به یه بحانی خودشون رو نشون بدن که ما چی بلدیم چی میدونیم زبان رو حفظ کردن خدا رحمت کنه مرحوم شهید دیالمه رو شهید دیالمه جوانترین نماینده مجلس بود تو مجلس اول نماینده مشهد بود خیلی هم بچه متدین با تقوای حزب اللهی بود که با بنی صدرم خیلی در افتاده بود اون زمانی که حالا شهید دیالمه ایشون خودش میگفت میگفت من قبل از اینکه فرق و تحصیل بشم زمان دانشجویم تو دانشگاه مشهد میگفت یه مرتبه استاد سر درس سر کلاس در با زبان و حفظ زبان از دروغ و امثال اینا صحبت میکرد بعد گفتش که به دانشجوهاش همز... دانش گفتش که بچه ها کی میتونه یه ترم تحصیلی زبان خود چه حفظ کنه دروغ نگه یه ترم بنزه بود مثلا چهار ماه حدودا دروغ نگه هیچ کسی دست بلند نکرد شهید دیالمه میگه من دست بلند کردم استاد گفتش که آی دیالمه کار سختی ها گفتم ایشالله میتونم گفت باشه از فردا صبح شما این قرار رو با هم دیگه داشته باشی منزی یه ترم تحصیلی مراقب زبانت باش دروغ نگی شونم باشه خودش میگه من زور رفتم بیرون دانشگاه مسجد نماز میگه وقتی نماز خوندم اومدم اومدم پیش این استاد گفتم که جناب استاد پیش اون قرارداد رو فسخش کنیم به همش بزنیم او گفتش که به همین زودی هنو تازه فردا میخواد شروع بشه ایشون میگه من گفتم بهش نه من وقتی رفتم سر نماز گفتم ایا کنه و ایا کنسته این دیدم که دارم دروغ میگم درسته که خدا رو بزرگواری خودشی چی نمیگه و قبول میکنه به کرم خودشی چی نمیگه اما قرار شد که من دروغ نگم اگه قرار بشه که مو رو از ماس بکشم بیرون واقعا یا کنع بود یعنی فقط و فقط من تو رو میپرستم و از تو اطاعت میکنم خیلی از اوقات من از دلم تبعیت میکنم قرآن میگه بعضیا خداشون دلشونه ارعای تمن تخز الهه هوا اله و معبودش دلشه هرچی که او گفت میگه چشم خم میشه در مقابل دلش این معبودش دلش پس من چطور میگم یا کنه فقط تو رو میپرستم نه گاهی موقع خودم رو میپرستم گاهی موقع ها به ملموس بودن های سنگی و چوبی هم نیست گاهی موقع ها خود آدم نفس آدم بت خودش میشه میگه دیدم دارم دروغ میگم و بعدم گفتم که فسخش کنی چهل روز اگر آدم نه چهل روز یک روز یک روز آدم از الان از امشب تا فردا شب آدم تصمیم بگیره با خودش دروغ نگه آثارش رو ببینه آثارش رو ببینه مواظب زبانش به حتی حالا اون که زورش بیشتره بتونه کاملا من نه فقط دروغ مراقب غیبتش هم باشه مراقب تیکه انداختن و زخم زبونش هم باشه مراقب چیزهای دیگه هم باشه وقت آثارش رو یه روزه ببینه تا چه برسه به اون کسی که چهل روز بتونه این کار رو بکنه از صداقت در زبان مهمتر صداقت در عمله صداقت در نیت صداقت در زبان صداقت در عمل مهمترین البته یه قسم مهمتری هم هست که حالا اونو امشب نمیرسیم بهش صداقت در عمل آدم در عمل راست بگه در عمل راست گفتن یعنی چی؟ عملا یعنی اینکه ما ادعا میکنیم مسلمانیم تو عمل نشون بدیم مسلمان بودن علامت داره مسلمان بودن شاخص داره این شاخصه های مسلمانی ببینیم تو ما هست یا نه شوخی هم نکردن ما امام صادق علیه السلام فرمود مسلمان اون کسی است که المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه مسلمان اون کسی است که دیگران که دوروبرش هستن از دستش در امانن مثل تیغ تو تن و بدن دیگران نمیره اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله یه خانومی هست اهل نماز و روزه و یه حرفاست اما نیش میزنه دوروبریاش رو اذیت میکنه پیغمبر فرمود لا خیر فیها خیری توش نیست هی من اهل نار این اهل عذابه با اینکه مسجدی بودا با این نمازخون بودا پیغمبر فرمود لا خیر فیها یعنی اگه مسلمان بود اینجوری نیش نمیزد بین یه جایی نشسته بود پیغمبر اکرم با اصحاب داشت صحبت میکرد یکی از اصحاب یه مرتبه مثلا یادش افتاد که احیانا یه کاری داره باید بلنشه بره بلند شد رفت یادش رفت کفشش رو برداره رفت رفت تا دم در که رسید یادش افتاد کفش رو نیاورده اتفاقا تو اون جمع یه نفر بود که وقتی دید این کفش جامونده گذاشت زیرش اومنده خدا تا دم در رفت برگشت برگشت اومد نگاه کردید دید کفشه نیست هی ای این بر رو نگاه کرد حالا اونی هم که کفشو گذاشته بود زیرش هی با دور میخندید هی میخندید یعنی مثلا ما داریم دست میندازیم این پیغمبر داشت میدید پیغمبر سه مرتبه فرمود کیفه به روعت المؤمن کیفه به المؤمن تو مسلمونی داری به این میخندی تو مسلمونی سه مرتبه فرمود چگونه میتونه آدم یه مسلمونی باشه یکی دیگر رو دست بندازه به قیمت اینکه میخواد چند لحظه بخنده یه نفر رو دست بندازه گاهی موقع ها ما یه تجدید نظری میخواد خیلی عذر میخوام جسارت به کسی نمیکنم ولی واقعا مسلمونی همون گاهی موقع یه تجدید نظری جدی میخواد مرحوم سید جمال الدین اسدابادی خب این بزرگوار که میدونید برحال جز به هر حال جزو کسانی بود که خیلی تلاش میکرد برای وحدت مسلمین و خیلی قصه میخورد از تفرقه کشورهای اسلامی مسلمین سفرهای متعددی داشت چه تو کشورهای عربی چه تو کشورهای اروپایی یه جمله سید جمال داره معروفه من نمیخوام بگم این جمله انتقاد نداره چرا؟ این نقد داره جمله ولی به هر حال یه بخشش هم درسته جمله سید جمال جمله معروفش اینی که من تو کشورهای اروپایی اسلام ندیدم مسلمان ندیدم ولی اسلام دیدم تو کشورهای اسلامی اومدم مسلمان دیدم ولی اسلام ندیدم تو کشورهای اسلامی مسلمان بود که ادعا میکردن ما مسلمانی ولی اسلام ندیدم اونجا مسلمان نبود ولی اسلام رو دیدم عرض کردم این قابل نقده حال حرف حرف کاملی نیست اگر کسی آشنا باشه با اونجا میبینی که بسیاری از بحران هایی که تو اونجا هستش واقعا خودشون رو هم فلج کرده از جمله بحران خانواده بیچاره کرده غرب رو واقعا خانواده فرو پاشید تو غرب اینو که دیگه نمیشه گفتش که کارشون درسته اما چیزای کار درستی هم دارن که آدم اینو باید در نظر بگیره صداقت توشون هست تو بازاراشون صداقت هست چونه زدن اصلا بیمعناست چون وقتی میگه جنس اینه جنس اینه دروغ نمیگه جنس اصلی و بدلی و جنس روی بار و زیر بار و اینکه تو نور بخواد یه جنس رو بزک بکنه نشون بده و ابدا اینجور چیز اصلا بیمعناست واسه همینم هم هستی که گاهی موقعها ها بعضی ها میگن که آجا برای چی برکت هست اونجا برای چی اینقدر بارندگی هایی به موقع اونجا هست؟ چرا تو کشورهای اسلامی گاهی موقع ها مشکلاتی هست؟ چرا گاهی موقع سیله، زلزله است، خوشسالیه؟ با اینکه ماها مسلمونیم، چرا اینجوری؟ ولی اونجا چرا اونجوری بارندگی هایی به موقع هست؟ قاره سبز چی هست؟ من میگم عزیز من ببینید خدا فامیلی با کسی نداره. من خیلی عذر میخوام باز این برادر بزرگوارمون برای اینکه خودشون اذیت نشن. به حال بقیه هم حالا خب مراعات بقیه رو هم بکنن که چون همه توجه ها جلب شده به ایشون دیگه حالا بله یه سلوات عنایت بفرمایید بله حال در جایی که حق عمومی هست حال حق عموم نباید ضایع بشه این همه این موقع شب بندگان خدا اومدن برای که برحال یه استفاده بشه خدا با کسی فامیلی نداره طبق سنت ها و فرمول ها و قوانینش عالم رو اداره میکنه اول صحبت ارز کردم یکی از قوانین خدا این که وقتی کاسه با صداقت این حرف من نیست حرف پیغمبره فرمود وقتی با صداقت باشه برکت براش میاد حالا ولو غیر مسلمان حالا اگر یه نفر مسلمان باشه سر دیگران رو کلا بخواد بگذر این طبیعیه که خدا بی بهش میده با اسم مسلمان بودن که خدا فریب نمیخوره که باید آدم تو عمل نشان بده مسلمان بودن خودش رو به خدا قسم دین ما خیلی دین قشنگیه مذهب ما خیلی مذهب قشنگیه به خدا قسم اگه بهش عمل بشه تمام عالم زانو میزنن جلوش ما ادعامون زیاد خدا رحمت کنه مرحوم آیاست مهدی قوام رو من این بزرگوار رو اصلا راجبش صحبت کردن خودش یه جلسه است. آیا سید مهدی قوام پیر مردای تهران الان هست که یادشون بود پنجا سال پیش پنجا, پنجا پنج شیش سال پیش مرحوم شد من خودم مواردی رو شنیدم از بعضی از مقام معظم رهبری خود چون میفرم به من میگفتن که من پای منبر آیا سید مهدی قوام زیاد بودم آیا سید مهدی قوام از خوبان بود تو تهران تهران یه دوره خیلی از اولیاء خدا رو داشت خیلی از اولیاء خدا رو داشت یا یاسد مهدی قوام یه مرتبه یه دهه اول محرم منبر میرفت شام غریبان سید و علیه السلام منبرش تمام شد اون دهه تمام شد اون بانی مجلس یه پاکت پول به ایشون داد گوه هاجه ما بزاعتمون کمه این هدیه از طرف سید و قبول بکنید شون هم تشکر کرد این پاکت رو گذاشت تو جیبش از درب مسجد اومد بیرون با یه نفری همراه بود گذرشون افتاد به کوچه لالزار حالا شاید دوستانی که جوان هستن لالزار قدیم تهران رو خیلی لالزار قدیم سابقه بدی داشت تو تهران خیلی از کافه ها و خیلی از رقاصخونه ها و عیاشی ها تو کوچه لالزار بود همین لالزاری که تو خیابان انقلاب یه سرش هستش آیا آسد مهدی قوام شب داشت از اونجا عبور میکرد نگاهش افتاد دید یه خانوم بیهجاب با وضع بسیار زننده و آرایش قلیز وایساده کنار خیابون به این همراهش گفتش که برو به این خانم بگو بیا من کارش دارم گوجا این خانم فاسده معلومه برای چی اینجا وایستاده آیا آسد مهدی قوام گفت تو چیکار داری تو برو بهش بگو بیا من کارش دارم رفت به اون خانم گفتش که اون آقا سید که اونور وایستاده با شما کار داره این اومد این طرف خیابون دیدی یه سید روحانی وایساده رو با من کاری داشتی آیاسد مهدی قوام پاکت پول رو در آورد گفت خانم امشب شام غریبان سید الشهداست امروز روز آشورا بود این هدیه امام حسین به شماست بیا قول بده به امام حسین تا وقتی خرج زندگی در میاد با این پول دیگه نیا تو کوچه بایست این پاکت رو داد و رفت پشت سرش هم نگاه نکرد گذشت تا یک سال بعد یک سال بعد آیاسد مهدی قوام کربلا بود بعد از زیارت حرم سید شدام اومد تو سهن داشت میرفت یا آقایی بودو بودو اومد خود رسوند به ایشون گفت آقا خانم من اون طرف وایساده با شما یه کار خصوصی داره منم جلو نمیام که بتونه کارشو به شما بگه آیا سید مهدی قبا میگه من نگاه کردم دیدم یه خانم محجبه با پوشیه اون طرف وایساده میگه رفتم جلو گفتم خانم با من کاری داشتین یه مقدار زد بالا که صداش در بیاد دیدم هقه هقه بلند شد آقا منو می گفتم نه گفت من همون زنی هستم که شام غریبان امام حسین سال گذشته تو کوچه لالزار کنار خیابون وایستاده بودم شما اومدی اون پاکت رو به من دادی گفتی هدیه امام حسین هستش حاج شما اون پاکت رو به من دادی رفتی پشت سرت رو نگاه نکردی من تا یک روب فقط نشستم تو خیابون گریه کردم که آقا امام حسین با من چی کار داری؟ من فاسدم با من چی کار داری؟ اما فهمیدم امام حسین با منم کار داره هر کسی که رشته ای از محبت بین او و اهل بیت به خصوص امام حسین هست دستش چراها نمیکنم باهاش کار داره گو همونجا توبه کردم با امام حسین عهد بستم که آقا خرج زندگیم با این پاکت در بیاد یا نیاد من همین که میدونم تو هنوز منو دوست داری همین منو بس همونجا عهد بستم خلافامو گذاشتم کنار هاجاقا بعدش چادری شدم بعد از یه مدت کوتاه خدا عنایت کرد خواستگاری برام اومد ازدواج کردم همین آقایی که اون طرف وایساده باش ازدواج کردم الان بعد از یک سال اومدیم کربلا برای زیارت از حرم که اومدم بیرون شما رو دیدم اومدم بهت بگم تا قیامت مدیونتم شما دست منو تو دست امام حسین گذاشتی سرنوشت زندگی من رو عوض کرد به خدا قسم اگر آدم به دین عمل بکنه دین ما دین قشنگی هستش میتونه جذب بکنه میتونه آدم ها رو عوض بکنه یه مسلمان من تقاضا کردم از این برادر عزیزم حواس همه پرت شده بزرگواری بفرمایید اگر این جور موقع ها که به حال گلوتون آزرده هستش بیرون بشینید که این جمعیت مدیون نشید نسبت به این جمعیت یا صلوات عنایت بفرمایید یکی از شاخصه های مسلمان بودن، این هستش که آدم نسبت به دیگران، حقوق دیگران حواسش جمع باشه. مسلمان قرار نیست فقط گلیم خود چه از آب بکشه بیرون. مسلمان قرار نیست به دیگران کاری نداشته باشه. امام صادق علیه السلام فرمود اگه میخواید مسلمانی آدم ها رو نگاه کنید به رکوع و سجودشون نگاه نکنید. به طول رکوع و سجودشون نگاه نکنید. لا تنظروا الى ان يطول الرجل ركوعه او سجوده این کلام امامتونه به طول رکوع و سجود آدما نگاه نکنید گاهی ما عادت شده براشون اگه میخواد شاخص مسلمانی رو بدونید چیه ولکن اون زرو الى صدق الحديث و اداء الامانه ببینید چقدر راستگوه ببینید چقدر امانت داره ببینید چقدر با انصافه ببینید تو کاسبیش چقدر با انصاف ببینید حق دیگران رو چقدر رعایت میکنه تو خونه چقدر خوش اخلاقه تو خونه چقدر خوش اینا شاخص های مسلمانی است عمق مؤمن بودن ای کسی رو اگر میخواید بدونید با این چیزا بدونید با این چیزا بدونید و من چندی پیش بود یه نامه یه دختر خانمی نوشته بود خیلی دردناک نوشته بود که آجاقا من بابام مسجدیه، هیئتی نماز جماعت میره تو خونه که میاد ما چهار ستون بدنمون میلرزه میگیم شمر اومد اخلاقش بسیار تند هستش چندی پیش این دختر خانم نوشته بود چندی پیش با برادرم 17 سالش بیشتر نیست مشاجره و بگو مگو کردن دیگه بابام عصبانی شد تو عصبانیت یه چیزی رو برداشت زد تو سر برادرم دو ماه برادرم تو کماه حاج ما تو این خونه چیکار بکنیم ما تو این خونه چی کار بکنیم ببینید این موارد نادره من نمیخوام بگم تعدادش زیاده بسیار مواردش کمه اما همین پدر این چنینی هستش که بچه شو بیدین میکنه. اون میگه اگه این دین من نخواستم اگه این دین کسی رو درست میکرد خودتو باید درست میکرد اگه این نماز باید کسی رو درست میکرد خودتو باید درست میکرد نمازی که آثار نداشته باشه نمازی که آدم خوش اخلاق نکنه نمازی که آدم رو تو بازار با انصاف نکنه نمازی که آدم رو کاری نکنه که حقوق دیگران رایت بکنه که این نماز اثر نداشته که اثر نماز ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر اگه من میبینم فحشا و منکر انجام میدم پس نمازم نماز نیست معنای این نیست که حالا نماز رو بذاریم کنارا نه معناش این هستش که این نماز رو آدم دخیل بکنه تو جاهای دیگه زندگیش فقط تو مسجدش عبادت نباشه بیرون مسجدش انگار خدایی در کار نیست مسلمان اون کسی هستش که مثل گل میمونه دیگران از دستش در امانن دیگران از دستش در امان هم ظاهرش هم اخلاقش ظاهرش هم حتی همیجون پیغمبر اکرم در روایت داره هزار خورده ای سال پیش قوم وحشی شما هنوز که هنوزه تو بعضی از کشورها میبینید کسیفن بعضی از شهرهاشون کسیفه اون زمان پیغمبر اکرم لباسش رو داره کان یغلی صوبه لباسش رو میجوشون تمیز تمیز لباس گران قیمت نبود اما تمیز تمیز پولی که پیغمبر برای عطر میداد بیشتر از پولی بود که برای غذا میداد یه کسی به امام جواد گفت آقا عجب عطری زدید این عطر مثلا گران قیمت امام جواد تا بابا ما ندیدید امام رضا رو ندیدید عطرش چی بود امام صادق علیه السلام فرمود اون این که مسواک نزنه من عذر میخوام حالا من عذر نباید بخوام دیگه روایت امام صادق فرمود اونی که مسواک نمیزنه داخل آدم ندونیدش مسلمان ظاهرش قشنگ باطنش قشنگ رعایت حقوق دیگران اینجوری هست پیغمبر فرمود کسی که مو به موهاش برسه کسی که مو داره و الا روز قیامت با شونه های آتشین به موهاش میرسن به موهاش مرتبش کنه خود پیغمبر هر موقع میخواست بیاد بیرون اگه آینه ای نبود تو آب نگاه میکرد و موهاشو درست نه اینکه حالا دو ساعت پای جلو این آدم وایسه ها از اون بره بو هم آدم خش نکنه ولی واقعش اینه ظاهر مرتب قشنگ باطن با اخلاق مراقب دیگران تو رعایت حقوق این میشه مسلمان این میشه مسلمان یا آقای خوش حال اینجور آدما خدا قسم آدم ببین چقدر آدم باید قشنگ از خدا چیز بخواد یا آقایی میگفتش که من خدا رحمتش کنه میگفت من سه چیز از خدا خواستم دو تاش رو خدا به هم داده سومیش رو نمیدونم سومیش این بود که از خدا خواستم که خدای دم مرگ یه جوری از دنیا برم که بارم رو دوش کسی نباشه کسی رو اذیت نکنه زحمت برای کسی نباشه امیر تو نحجل بلاغه میگه مؤمن کسی است که زحمتش رو به خودش میده به دیگران نه نفسه من هفی انا و ناس من هفی راحتن مردم از دستش در راحتن خودش اگه میخواد یه جایی به زحمت بندازه خودش رو به زحمت بندازه این میگه من دعا کردم سومین دعام این بوده که خدای دم مرگ آخر و عمری باعث زحمتی کسی نشم لگن بیار لگن ببر دوشم کنی برابر بر ببر اینجوری نباشه اتفاقا همینجورم شد آخر عمرش خدا رحمتش کنه رفته بود حمام خودشو کاملا شسته بود اومد بیرون هنوز لباساشو کامل نپوشیده بود از دنیا رفت یعنی زحمت لباس در آوردن هم به دیگران نداد زحمت لباس در آوردن به دیگران نداد سلمان شنید که یکی از اصحاب امیر المومنین زید ابن سوحان زاهد آبد شده و به خانوادش دیگه نمیرسه خیلی به خانوادش نمیرسه سلمان خب سنی ازش گذشته بود اصها رو برداشت رفت در خونه زید این زید ابن سوحان از اصحاب با عظمت امیر المومین بود آخرم شهید شد شاید مسجد زید ابن سوحان رو سمت مسجد سهله و مسجد کوفه اونجاها اونایی که مشرف شدید رفتید توش سلمان اصهاش رو برداشت اومد در خونه زید اومد در خونش خانومش اومد در رو باز کرد گفت به زید بگو بیا گفت نیست روزه هستش فلانجا تو مسجدی هستش با رفقاشه سلمان گفت یه مقدار غذا به من بده یه مقدار غذا به من بده خانم خودت هم یه مقدار به خودت برس و بعد سلمان رفت رفت سراغ زید ابن سوهان تو اون مسجد رفت گفتش که این غذا رو برده بخور بر تو آوردم گفت جناب سلمان من روزه هستم گفت نخیر باید بخوری گفت من روزه هستم گفت چی چی روزه هستم روزه داری میگیری و روزهای مستبی البته بودا این کارا رو میکنه میشه تو مسجدی به خانوادت نمیرسی پیغمبر اکرم زاهدترین انسان ها بود بیشترین کسی بود که به خانوادش میرسید چه مسلمونی که داری باید بخوری مجبورش کرد که روزت باید بشکنی و بعد بیشتر وقت بگذار با خانوادت باش نصیحتش کرد مسلمان کسی است که اگه میخواد زاهد باشه چرا اذیتشو به خانواده میده اگه میخواد مثلا فرض کنید دومان مثال سینه زنی و هیئت بره یه جای دیگه بره چه از باید برای دیگران باشه اگه یه مجلس عروسی داره چرا باید کاروان رو بندازه که دیگران رو اذیت بکنه تو عروسی داری بقیه که عروسی ندارن که چرا شب اول به جای اینکه دعات بکنن نفرین باید پشت سرت باشه چرا شروع زندگیت با گناه باید همراه باشه با اذیت دیگران باید همراه باشه خدا رحمت کنه مرحوم هم تهرانی رو من خیلی خدمت ایشون رسیدم بود 20 سال پیش مرحوم شد فوق بود مقام معظم رهبری تو اطلاعیش راجع به ایشون تعریف هایی که کرد از افراد واقعا بزرگ مشهد بود تهرانی ایشون یه شب دیر اومده بود از یه مجلسی دیر اومده بود خونشون پشت در گرفت نشست گفت من الان بخوام زنگ بزنم ساعت یک و دو نصف شب خب خو خانواده خوابیدن حق اوناس بگیرم بخوابن من بیرون کار داشتم حق اونا رو چرا رضایه بکنم پشت در گرفت نشست عباش دور خودش جمع کرد نشست خانومش امام زمان علیه السلام رو خواب دید که پاشو برو در رو باز کن که آقا دم در هستش و الا اگر اون خواب رو نمیدید ایشون تا صبح پشت در بای میست پشت, پشت در میشست گو من اذیتم رو به خودم میدم زحمتم رو به خودم میدم چرا به دیگران بدم این میشه مسلمان مسلمانی که در عمل صداقت داره صداقت از چیزایی هستش که باعث میشه که زمین و زمان با آدم آشتی بکنن برکت با آدم بدن به خدا قسم این عالمی که داریم توش زندگی میکنیم برادر بزرگوار خواهر بزرگوار هوشیاره، بیداره این ماشینا رو دیدی دزگیر دارن وقتی کسی لگت بهش میزنه آژیر میکشه همچین هوشیار هستش واکنش میده عالم وجود هوشیاره تمام موجوداتی که تو این عالم هستن حیات دارن ما موجود مرده تو این عالم نداریم اگر احیانا تو علوم طبیعی و تجربی میگن موجودات دو دسته هستن جاندار و بی جان این مال علوم تجربیه و الا طبق معارف دینی تمام موجودات عالم سه صفت خدا رو دارن حیات البته حیات هر موجودی به تناسب خودشه ها نه اینکه مثل ما نفس بکشه حیات داره که میتونه ذکر بگه تمام موجودات عالم ذکر میگن حیات علم شعور داره که ذکر میگه و قدرت به اندازه خودش تمام موجودات عالم این در دیوار این میزی که این جلو هست هر چیزی که تو این عالم هست طبق معارف دینی معارف الهی سه تا صفت خدا رو داره حیات علم شعور و قدرت البته به تناسب هر موجودی اون وقت اگر کسی به عالم وجود اگر کسی تو این عالم وجود بخواد لگد بندازه به سمت دین خدا اگه بخواد لگد پرانی بکنه به سمت بندگان خدا وقت عالم وجود واکنشتشون میده نسبت بهش غضب بکنه چیزی بهش نمیدن ولی اگر با صداقت باشه با پاکی باشه درست را بره عالم وجود برکت بهش میدن این که تو قرآن میگه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض اگه اهل شهرها و دیار اگه با تقوا باشن برکات آسمان و زمین براشون میاد به خاطر همین هستش که عالم زنده است میفهمه اون کسی که روی این زمینه داره چیکار میکنه به خدا قسم این زمینی که الان روش نشستی که روز قیامت قرار شهادت بده که قرار شهادت بده میفهمه که داری اینجا الان ذکر میگی یا داری گناه میکنی به خدا یعنی به والله العظیم قسم این اعتقاد هممونه نه که من دارم آسم میخورم این اعتقاد هممونه اگه نمیفهمید چه جوری روز قیامت میخواد شهادت بده پس باید بفهمه که روز قیامت بتونه شهادت بده میفهمه و چون میفهمه واکنشش برای انسان ها متفاوته برای اونی که با تقواس یه جور واکنش میده برای دیگری یه جور دیگر عذر میخوام همین مقدار کافی هستش رو زمین بدترین کسانی که ظلم کردن و پستی کردن تو کربلا دشمنان سید و شهدا بودن بالاترین ظلم رو اونجا کردن اصر آشورا بود طرف غروب بود همه شهید شده بودن ابا عبدالله هم افتاده بود دیگه تو گودال قتلگاه همه شهید شده بودن فاطمه بنت الحسین دختر ابا عبدالله میگه من کنار خیمه وایستده بودم نگاه میکردم به مقتل نگران بودم که چه اتفاقی میخواد رخ بده همه افتادن پدر بزرگوارم هم, هم به شهادت رسید میگه نمیدونستم چی میخواد بشه یه مرتبه دیدم که ابتدا این دشمن پست با ها بر بدنها تاختن و بدنها زیر سم اسبان قرار گرفت های پشت و پهلو بود که زیر سم اسب می شکست به خودم گفتم خدایا این نانجیبا که با پیکر شهدا اینجوری میکنن به ما رحم میکنن به ماها رحم میکنن گفت خیلی میترسیدم بعد از اینکه این کار رو کردن خودتون رو تو کربلا قرار بدید دیگه از دور برید بیرون ولو یک لحظه آدم شده بره تو خود روزه بره تو خود قضیه کربلا میگه وقتی که اینها تاختن بر بدنها بعد با یک فرمان به سمت خیمه ها حجوم بردن اولین کاری که کردن با تیرهای آتشین خیمه ها رو زدن خیمه ها آتش گرفت بیسا تا بچه قد و نیم قد تو کربلا بودن سه ساله، چهار ساله، شیش ساله شیغ می زدن گریه می کردن صادات سادات وجود مقدس زینب کبرا سریع اومد پیش امام سجاد امه جان بچه ها دارن می سوزن سوختن هم جز به تقدیرات است بچه ها دارن می سوزن چی کار کنیم امام سجاد فرمود امه جان بهشون بگید فرار بکنن همشون علیکن نبل فرار بگید پخشن تو بیا وقتی این دستور صادر شد من یه چیزی عرض میکنم خدمتتون میدونید امام حسین همتون شنیدید به صورت نعل اسبی خیمه ها رو بسته بود از شب قبل به صورت هلالی بسته بود که خیمه ها تقریبا به هم نزدیک باشن یه راه فقط داشت که دشمن هم از هر راهی نتونه بیاد پشت خیمه ها رو هم کانال کنده بود و آتیش گذاشته بود که از پشت دشمن نتونه بیاد یه سبب گرمای اون روز اون آتیشی هم بود که از پشت خیمه ها می اومدا. خب یعنی فقط یه راه بود برای رفت آمد حالا خودتون ببینید وقتی دشمن از اون راه میاد بچه هم باید از همون راه فرار بکنن ببینید زیر دست و پای اسبا قرار میگیرن یا نه که دو تا بچه اونجا زیر دست و پا رفتن فقط یه راه بیشتر نیست فاطمه بنت الحسین میگه من دویدم میگه من به سمتی دویدم و از پشت صدای سواری رو که به من نزدیک میشد رو میشنیدم شما حساب کنید دختری که خانومی که معدن عفت و حیا مظهر عفت و حیا هست بچه های سید و شادا اینجوری بودن دیگه چقدر سخته براش تو بیابانی داره میدوه یا از سوار بیرم اینجوری داره دنبالش میکنه میگه از پشت سوزش نیزه رو که به پشت شانم خورد حس کرده با صورت رفت روی زمین میگه دیگه نفهمیده دیگه نفهمیده قش کرده بود میگه وقتی به هوش اومدم دیدم سرم تو دامن امم زینب هستش جانم فدای تو یا زینب جانم فدای تو یا زینب تا وقتی برادرت زنده بود هر کی می افتاد سرش بی تو دامن امام حسین بعد از سید و شهدا هر کی می افتاد از افرادی که تو حرم بودن سرش بی تو دامن زینب کبرا چه خوب جانشینی بودی برا برادرت میگه چشمامو باز کردم حسینیا غیرتیا اولین جمله ای که دختر امام حسین به امش گفت گفت امه جان حل من خرقتن از تو رو هست. یه پارچه ای هست من سرم و بهاش بپوشونم دیگه خودتون عمق فاجعه رو بفهمید یه پارچه ای هست من سرم و بهاش بپوشونم معمولا همه آخر روزه ها گریز میزنن به کربلا من میخوام گریز بزنم به یه جای دیگری بچه های امام حسین تو بیابان جای فرار داشتند. اما ناموس الله الاکبر تو روایت ناموس الله الاکبر یعنی بزرگترین ناموس خدا فقط به یک نفر گفته شده حضرت زهرا جای فرار نداشت بین در و دیوار بود و جای فرار نداشت